سلام دوستان عزیز تلویزیون عصر امروز، برنامه دانش و آگاهی نوشین نیک‌فرجام هستم. امیدوارم که همتون در کمال سلامتی به سر میبرین. امروز یک برنامه خیلی استثنایی دارم به یک مهمون بی نهایت عزیز، خانم مهسا یگر در استودیو هستم با من. سلام مهسا جون. سلام دکتر نوشین. متشکرم که اومدی امروز برنامه ما و دعوت منو قبول کردی. مرسی که این اپورتونیتی رو به من دادین. مرسی. من مهسا رو یکی دو سال پیش در برنامه خانم دبی امینی بودی. درست. و اونجا دیدم و انقدر تحت تاثیر این برنامه قرار گرفتم که این کلیپو بین خیلی ها پخش کردم که همه ببینن، چون اطلاعاتی که مهسا جون دارند بی نهایت مهمه برای همه ما، به خصوص مادر پدران. درست. یک مقدمه خیلی کوتاه از ایشون میگم براتون و بعد سوالامو شروع میکنم از مهسا جون که شما بدونین که ایشون برای چی اینجا هستن. مهسا جون خودشون مؤسس یک بنیادی هستن به نام فینالی فاندیشن و این بعد از مسمومیت دلخراش دخترشون با فنتنال، دختر عزیزشون فینالی و تنها دخترشون بوده، در سن 18 سالگی اووردوز میکنه با فنتنال به خاطر اینکه یک دوای اشتباه بهش دادن و الان در ارتباط با اسنپ‌چت دارن تلاش میکنن که به تمام توجه همه مردم برسونن که این رسانه های گروهی و اجتماعی چطور میتونند در تراژدی، هم تراژدی رو بهش ربط داشته باشن و هم اگر ما آگاهی داشته باشیم چطور میتونیم اون رو ازش جلوگیری بکنیم. یک کاری که دارن الان انجام میدن، دنبال اصلاح بخش 230 هستند که پلتفرم های مختلفی مثل اسنپ‌چت رو پاسخگو میکنن میدونن و در این حال آگاهی از خطرات فنتنال رو دارن به همه یاد میدن و از سلامت و روان کودکان در سراسر دنیا دارن حمایت میکنن، چون من میدونم که شما بنیادتون در سراسر دنیا هستش، فقط در آمریکا نیستش. نه. و مأموریت ایشون در زندگی الان شده فقط محافظت از جوونا در برابر خطرات آنلاین و اینکه میخوان اطمینان پیدا بکنن که هیچ خانواده‌ای با چنین تراژدی که ایشون باش برخورد کردن توی زندگی، هیچ وقت این اتفاقات براشون پیش نیاد و یک جوری بتونن از اون پیشگیری بکنن. از طریق آموزش‌های مختلف، حمایت و تغییرات قانونی دارن سعی میکنن که در یک دنیایی رو ایجاد کنن که در اون هیچ والدینی رنج از دست دادن فرزند خودش رو به خاطر خطراتی که در آنلاین هست و پیشگیری میشه با اون از اونها کرد اینا تحمل بکنن. در صورت خیلی بازم ازت ممنونم که اینجا هستی. دلم میخواد که برای ما توضیح بدی که اصلا چی شد، از زندگی خود توضیح بدی، از فینالی عزیز روحش شاد، که چه اتفاقی براش افتاد و شما اصلا این بنیاد رو شروع کردید. مرسی نوشین جون، دوباره دست شما درد نکنه. مرسی که این پلتفرم اپورتونیتی رو به من دادین که من آگاهی بیارم واسه تمام جوانای ما و مادر پدرها که این خطر رو بدونن، چه خطر بزرگی الان واسه بچه های ما هست. من دخترم 18 سالش بود، عاشق جیمناستیک بود، ولی زانوش چیز کرد، مشکل زانو داشت تو جیمناستیک که بچه بود جیمناستیک میکرد. خلاصه میخواستش زانوش رو عمل کنه که بتونه دوباره جیمناستیک رو ادامه بده. دخترم عمل کرد، واقعا تو درد بود. تقریبا میشه 2 سال پیش، دسامبر 8th 2021، من به دخترم زنگ زدم، تو رخت خواب بود، همون تو زانوش درد میکرد، دوستاشو نمیتونست ببینه، یه ذره دپرس بود برای اینکه جایی نمیتونست بره. من زنگ زدم بودم ماما من غذاتو میارم واسه
ساعت 7 شب رسیدم خونه، غذاشو بهش دادم، شب بخیر بهش گفتم و رفتم خوابیدم. ببخشید، این داستان هیچ وقت آسونتر نمیشه گفتنش. روز بعد که بلند شدم رفتم تو اتاقش، در زدم، وارد شدم. بعد دیدم دخترم یه جوری که نشسته بود روی تخت خواب نرمال نبود، یه جوری ساید ویت نشسته بود. همطوری که نزدیک شدم اون لحظه فهمیدم دیگه بچم با ما نیست، بچم رفت. ولی نمیدونستم چی شده. از اتاق که اومدم بیرون مونده بودم که چه اتفاقی افتاد، یعنی چی شد، چون واقعا نمیدونستم دخترم چی شده بود. چیزی که پیدا کردم رو تلفنش کابوس تمام خانواده ها، تمام مادر پدران که بچه های جوان دارن. چیزایی که رو تلفن بچه های ما هست واقعا بچه های ما رو تو خطر گذاشته. دختر من به خاطر اینکه زانوش درد میکرد یه قرص از روی سنپچت سفارش داده بوده، قرص دلیور شده دیرکتلی به در خونه ما و با یک قرص دختر من پست اوی، ببخشید، مرد. موقعی که من تلفن دخترم باز کردم، چیزایی که تو تلفن دخترم دیدم رو سنپچت، سنپچت یه پلتفرمی که افمرال، یعنی مسیج ها چیز میشن، پاک میشن بعد از یه مدتی، مثلا بعد از ابلیو یه یک ساعتی. به خاطر همین دراگ دیلرا، کارتلا این سنپچت رو استفاده میکنن که مارکت بکنن این دراگا رو. و منیو من دیدم، منیو هر موادی که هر دراگی که بهش فکر بکنین. متاسفانه بچه های ما نمیدونن که اینا زنکس نیست، ادرال نیست، ببخشید، مروانا نیست، حتی ویپ، حتی قرص واسه لاغر کردن، تمام این قرصا همشون با فنتانال لیس شدن. یعنی یه جوری راشن رولته، انگار توی تفنگ آدم یه تیر بزنه بعد هی بزنه ببینه کدومش آخر آدمو میکشه. دختر من با یک قرص مرد. از اون لحظه من تصمیم گرفتم که برم یه بنیاد باز کنم و به بچه ها آگاهی، به مادرها، به پدرها و به بچه ها و هر کی که به من گوش بده آگاهی برسونم که خطر سوشل میدیا روی اثر روحی بچه های ما و خطر سوشل میدیا روی اینه که میتونه با یه قرص بچه‌مون بمیره. هیچ قصدی هم نبایدم اعتیاد داشته باشه، هیچ قصدی هم میتونن نه، فقط میتونن کنجکاو باشن، فقط میتونه کنجکاوی باشه، میخوان مثلا پیور پرشر باشه از دوستا، یه قرص بردارن. دختر من با یک قرص درد دیگه با ما نیست. این خیلی مهمه. من بخاطر همین دکتر نوشین جون، من با شما دکتر بسیار خوبی هستین و پارتی که شما دارین، رولی که دارین پلی میکنین که کمک بکنین and give back به کمیونیتی ایرانی، اصلا به هر کسی، خیلی مهمه. و شما میدونین که چقدر این سوشال میدیا الان داره اثر روحی میذاره رو بچه های امروزمون. این مهمونی که من در چند هفته پیش داشتم، آقای برایان لاله‌زاری، راجع به این موضوع صحبت میکرد و میگفتش که اسمهایی هم که استفاده میکنن اسم خود اون مواد مخدر نیست. درست. شما که رفتی روی اسنپ‌چت، آیا اسم پرکوست رو اینا رو دیدی یا چیزای دیگر کد دارن؟ مثلا نوشته بلوز یعنی قرص درد. همشون کدای مختلفن، سو این بچه‌هامون با کد حرف میزنن. و در دلیلم نمیشه که مثلا دراگ دیلر مثلا دوست باشی. این الگوریتمای سوشال میدیا، مثلا اسنپ چت، اینا رو ریکامند میکنه بهت. حتی بچه‌تون با مثلا دوستای بسیار سالمی داشته باشن، اصلا تو این کارا نباشن، اونا میتونن این الگوریتم بهشون سجستشن میده که کلیک بکنن. بعد وقتی باز میکنین میبینین منیوئه، اصلا منیو میذارن، انگار دارن مرچندایز کیف و کفش دارن میفروشن. خیلی گلامرایزش کردن. این بعدش هم میرن در خونه میدن دم دلیوری استریت، مثل پیتزا دلیور میکنن به دم در.
متاسفانه. یعنی مادر پدر باید خیلی خیلی مواظب باشن. حالا چطوری اینا میتونن تلفن‌های بچه‌ها رو چک بکنن؟ خیلی مهمه، چون تا 18 سال حالا میگیم که بچه‌ن هنوز، یعنی تو خونن. خب خیلی سخته برای اینکه به بچه‌ت بگی تلفن نمیتونه داشته، میگه بابا نمیدونم جنس تلفن داره، چرا من مامان جنس اجازه میده، چرا من نداشته باشم. این مهم اینه که اینم شما خیلی دربش بیشتر از من میدونین، ولی مهم اینه که با بچه‌هاتون حرف بزنین، تهدید نکنین، تلفن رو سعی نکنین بردارین، با زور حرف نزنین. این خیلی مهمه، چون بدتر میشه. یک مادر که من میشناسم رفته بود تلفن بچه‌شو گرفته بود، چون نمیخواست بره رو اسنپ چت به خاطر همین دلیلا، بچه خونه در رفت. این راه درست نیست. راه من اینه که بترسوننشون، مگه واقعا دنیای وحشتناکی از نظر سوشال میدیا و از نظر این موادایی که تو این قرص هستن، قرصای واقعی نیستن. سو خطر رو بهشون بگیم و چقدر خطر که حتی اکسپریمنت نمیتونین بکنین. مثل زمانای قدیم نیست، چون با یه یعنی با یک قرص میتونین جونتون رو از دست بدین. اندازه که فنتانال میتونه بکشه آدما رو به اندازه 15 تا دونه نمکه. بگو 15 تا دونه نمک. و به خاطر اینکه اینا از چین میان و میرن مکزیک و اونجا قرصا رو پرس میکنن به قیافه های مثلا زنکس، ارا یا توچیز، حتی ویپ، بچه های ما ویپ میکنن، میگم قرص لاغر شدن. درسته. یعنی به هیچ چی نمیشه اعتماد داشت اصلا. خیلی سخته واقعا این موضوع، اصلا خیلی سخته. میدونم من الان تمامش توی های اسکول، از وقتی که برنامه مهساجون دیدم، وقتی با بچه های های اسکولی صحبت میکردم، شروع کردم راجع به فنتنال صحبت کردن. و چند هفته اخیر هم توی های اسکول تمام مدت در دبیرستان دارم باشون راجع به درگز حرف میزنم، یعنی راجع به اعتیاد، راجع به هر نوع اعتیادی. و حتی از خودشون سوال کردم این دفعه که به نظر شما معنی اعتیاد چی هستن؟ و هر کدومشون داشتن راجع به این صحبت میکردن که چون فرقی نمیکنه چه سن و سالی. درست. بچه های ما متاسفانه از خیلی سن کم الان دارن با تلفن و اسنپ چت و تیک تاک و همه اینو دارن چیز میکنن. و تیک تاک خیلی جالبه که تیک تاک یکی از چیزایی که چین آورده. درست. ولی در چین دارن چیزای خیلی خوب توش انجام میدن و در آمریکا و جای دیگه دنیا هر چیزی شما توش میتونید پیدا کنین. درست. حالا اسنپ چت هم همینه، امکان داره توی ممالک دیگه شاید خیلی یه چیزای خوبی ازش در بیاد. اسنپ چت دکتر نوشین جون 75% بچه‌هایی که مواد رو میگیرن از روی خط، 75%شون از اسنپ چت میاد. چرا؟ چرا تیک تاک نیست؟ چرا فیسبوک نیست؟ چرا اینستاگرام نیست؟ چرا پلتفرم‌های دیگه نیست؟ برای اینکه این مسیج ها دیسپیر میشن، برای اینکه اسنپ چت مارکتشون از 8 9 ساله است، اگه باور بتونی بکنی، تا تقریبا 18 9 ساله. یه بچه 20 ساله بگه دیگه اسنپ چت اومده بیرون. سو مارکتشون ایناست. به خاطر همین خرگوشای خرگوش میذارن یا مارکت میکنن به بچه‌های ما، ولی چک نمیکنن که میرن رو خط سنشون چیه. این کارا رو هیچ اصلا نمیکنن. بچه‌های ما مغزشون دیولپ نشده. شما دارین الان چی کار میکنین؟ من جزء سوالام هست، ولی اول اینو، چون خیلی مهمه که شما الان دارین با این چپتر 230 حتما راجع به همینه. دقیق. چی کار دارین میکنین؟ یه کمی توضیح بدین. ما تصمیم گرفتیم، من و الان 90 تا خانواده هستیم، با هم جمع شدیم. اینا مال فقط آمریکان یا سراسر دنیا؟ اینا فقط آمریکان. تام سراسر آمریکاست، یعنی اوکی. تمام ایالت‌های آمریکا. و ما داریم میریم دنبال اینه که قانونا رو عوض بکنیم. و این سوشال میدیا کمپانی یه قانون هست، اسمش از سکشن 230 تایتل 47. این قانون 1996 موقعی که AOL بود، اولین پلتفرم بود، اینو این قانونو چیز کردن، پاس کردن. از اون موقع به بعد دنیای ما عوض شده با سوشال میدیا. دنیای ما اون دنیای 1996 نیست. ولی قانون عوض نشده، قانونا باز دور زمونه عوض نشده. به خاطر همین هیچ کسی تا امروز نتونسته هیچ کدوم از سوشال میدیا کمپانیا، گوگل، یوتیوب، فیسبوک، متا، هر کم، هیچ کسی نتونست اینا رو سو کنه به خاطر سکشن 230. سکشن 230 جوری بهترین جوری که میتونم اکسپلین بکنم چیه، میگن no social media company
is you cannot sue any social media company for a third party content. یعنی چی؟ یعنی یه نفر سوم یه چیزی پست میکنه به یه سوشال میدیا. مثلا ما یه کیس داریم رو با وکیلامون، یه ویدیو پست کرده چه وقتی خودتو دار بزنی، اینو میذاره، یه بچه 13-14 ساله ویدیو رو نگاه میکنه، دپرس بوده خدا یا مرزش، خودش رو دار میزنه. شما نمیتونی بری فیسبوک رو سو کنی به خاطر این، به خاطر اینکه فیسبوک فقط یه دونه پلتفرمه که آدم ها استفاده میکنن. به خاطر این قانون هر کی که سعی کرده این سوشل میدیا کمپانی ها رو سو کنه نتونسته، برای اینکه قاضی همون لحظه انداخته کیس رو بیرون، میگه سیکشن 230. حتی من 50 تا وکیل زنگ زدم، 50 بار گوشی گذاشتن گفتن سیکشن 230 ما کیس تو رو نمیتونیم برداریم. انقدر در زدم تا یه نفر در رو وا کرد و پشنت بود. و ما از نظر سیکشن 230 سو داریم نمی کنیم. ما الان هیستوری داریم، تاریخ، این چیز یعنی ما اولین کیسی هستیم که تونستیم یه قاضی گفته نه من اجازه میدم برین جلو، برای اینکه ما سیکشن از بغل سیکشن 230 داریم رد میشیم، داریم میگیم انفراستراکچر این سوشل میدیا کمپانی ها، یعنی جوری که دیزاین شدن، پروداکت لایبیلیتی، جوری که پروداکت رو دیزاین کردن، ایت فالتی، یعنی خرابه. یه جوری که اجازه میده دراگ دیلر بیان رو خط و این پلتفرم رو سوء استفاده کنن ازش که بچه‌های ما رو بفروشن و مارکت بکنن، و اینا باید تمام انفراستراکچر خود سیستمشون رو عوض کنن، نه فقط اسنپ‌چت، همشون. ولی خب اسنپ‌چت الان مشکل بزرگیه. ما 300 تا بچه داریم از روز از دست میدیم. 300 تا بچه، 75% اون بچه ها که از رو خط گرفتن دارن از اسنپ‌چت میگیرن. یعنی دلیلی که من اینجا هستم و دلیلی که میرم هر جایی که هر کسی به من پلتفرم بده که من بتونم صدامو استفاده بکنم، اینه که من میخوام بدونین که چقدر خطرناکه. و اگه خیال میکنه اتفاق واسه شما نمیتونه بیفته، این بزرگترین خطری هست. این طرز فکر بزرگترین خطره، برای اینکه دیسکریمینیت نمیکنه. واسهش مهم نیستش که بچه شما چقدر درس خونده، چقدر تحصیل کرده، از فامیل خوب داره میاد، یا پولیتیکو ویوتون چیه، سوشال کلاستون چیه، اصلا به اینا ربط نداره. بچهای ما کنجکاون، اگه تلفن دارن در خطرن، برای اینکه این سوشال میدیا کمپانی اسنپ چت یه پروداکتی که درست کرده، اسمش هست For My Eyes Only، اینو درست کرده که بچه‌ها بتونن اکتیویتیشون رو از مادر پدر قایم بکنن. یعنی یه اپه که اینا میتونن کارهایی که رو اسنپ چت دارن میکنن از مادر پدر قایم بکنن. یعنی ببین چقدر بچه‌های ما تو خطرن که اینا انقدر مارکتش، یعنی دارن پروفیت در میارن، سود در میارن از جون بچه‌های ما، از خون بچه‌های ما. خب چیزشون هم مغزشون هم دارن شستشو میدن دیگه. 100%. یعنی بچه اصلا براش همه چیزم عادی میشه. درست، دقیق. اشکال همینه. نورمالایز کردن، راست میگین، درست میگین. من تو این برنامه خیلی راجع به این هم حرف میزنم. مثلا من همیشه تلفن ها و نمیدونم آدرس ها و تولدای همه دنیا رو حفظ بودم، الان شده همش تو تلفن. بچه های ما اصلا فکر نمی کنم چیزی رو بتونن به حافظشون، به مموریشون بسپارن، برای اینکه از اول عادت کردن که هر چی که میخوام تو تلفنمه. درست، یعنی زندگیشونه. و متاسفانه هر چی که این اینترنت و اینا داره پیشرفته تر میشه با AI مثلا، الان که دیگه اصلا اون که دیگه هیچی، یعنی ببین ضرراش هم برای ما خیلی زیاده، ما باید اینا رو آگاه باشیم. درست، متاسفانه هممون در هر سن و سالی هستیم فرق نمی کنه. حالا فکر کن بچه ها دیگه بدترن، مغزشون دیولاپ نشده. درسته، مشکل اینه. بچه هم همه چیز با فانه. درست، یعنی همون شکلک هایی که میگی در میارن، نمیدونم دوتا گوش میذارن، میذارن. خدا میدونه که چجوری همه این دراگ دیلر ها چقدر راحت میان با این شکل و چیزا با اینا اصلا رابطه برقرار میکنن. حالا انشالله که بامیدارم به زودی زود این قانون ما جواب گرفتیم، قاضی اجازه داده بریم جلو. ما این کیس رو هیستوری میکینگ، تاریخ داره عوض میشه. برای اینکه گول ما مادرها اینی که بتونیم قانونا رو عوض کنیم. سیکشن 30 باید ریفرم بشه، باید عوض بشه با دور زمونه. آخه 96 تا الان
خیلی یه دنیای دیگه است. قانونا قدیمیه. شما یه جارو برقی می‌خرین روش وارنینگ لیبل داره. من همیشه میگم یه پیلو می‌خرین یه چیز دراز بهش آویزونه که نباید بکنی که چیز داره پروتکشن وارنینگ لیبل داره. ولی سوشال میدیا هیچ کدوم از هیچ وارنینگی نداره واسه بچه ما و بدترین سمه. واقعا این سم واسه آدم بزرگام سمه ولی ما حداقل میتونیم ریسورس پیدا بکنیم کمک کنیم بالاخره. درست. شاید تجربیاتمون اجازه بده که یه ذره بهتر نگاه کنیم یه چیزایی رو. بچه‌ها نمیتونن متاسفانه. دقیقاً پیور پرشر هست. آره. چیزایی که شما یاد میدین از نظر روحی مثلا بولینگ شدن از نظر فیر اف میسینگ اوت که مثلا زندگی آدمای دیگه هم میبینن پیور پرشر که خیلی بزرگه. مثلا تو هم میخوای کول باشی تو شاید بخواهم یه قرص امتحان کنه به دوستان نشون بدی. یعنی واقعا بچه های ما از خونه بیرون نمیرن بچه ها سپورت دیگه کم بازی میکنن اصلا مغزشون به قول شما شستشو داره میشه مغزه داره کوچیکتر میشه در صورتی که باید دیگه باز خودش فکر نمیکنه. متاسفانه حالا من میخواستم سوال دیگه که بکنم داستان از دست دادن فینالی چه تأثیری گذاشت روی این هدف‌ها و استراتژی‌هایی که شما اومدی تو این بنیاد گذاشتی؟ با من تمام قوتم رو از دخترم که اینجا با من هست الان از یه فرشته دارم میگیرم و تمام مادرایی که ما با هم جمع شدیم قدرت رو من اونجا گرفتیم و قصد ما اینه که 300 تا بچه دارن در روز میمیرن. قصد ما اینه که داریم ما کانگرس آپریل 8 ما الان ایمیل گرفتیم که کانگرس یه دونه هیرینگ گذاشته برای فنتانال و برای چاینا که اینا از چین میان بعد میرن تو مکزیکو پرس میکنن و تمام خانواده ها اونجا داریم جمع میشیم. منظور من اینه که ما داریم آسنامونو میزنیم بالا و داریم میریم هر جوری که میتونیم بتونیم واقعا این ریشه رو این انفراستراکچر رو عوض بکنیم آگاهی بیاریم ولی ما بیشتر از اون لازم داریم. ما لازم داریم که تمام این سیستم ما یه دونه قانون هست که امیدوارم الان داره نزدیک پاس شدنه اسمش هست The Kids Online Safety Act. واقعا بسیار چیزی خوبیه و تو این دنیایی که ما انقدر پولرایز هستیم بایپارتیزنه هر دو طرف قبول دارن و این بیل به نظر میاد خدای شد پس بشه. یعنی یه تقریبا یه ماه دیگه بیشتر نمونده ایش پس بشه. ما این بیل که پس بشه تمام لندسکیپ تمام سوشل میدیا کمپانی جوری که آپریت میکن عوض میشه. یعنی باید روباست ایج وریفیکیشن داشته باشن، باید بچه ها رو ایجاشون رو مثلا مادر پدر رو اپلود بکنن، اصلا جوری که الگوریتم ها رو درست میکنن که به بچه ها تبلیغ بکنن تمام اینا عوض بشه. یعنی واقعا این ساختمونی که ساختن و جوری که داره سیستم میکنه تمامش دارن عوض میکنن که دیگه به بچه ها مارکت نکنن. به نظر من زیر 16 سال اصلا نباید روی سوشال میدیا باشه. ولی حالا چرختی به قول امریکایی ها توث پیست رو برمی کنه دوباره تو توث توث پیست رو میزنید تو توبش دیگه الان در اومده. میخوام اینا اصلا چجوری میتونن این کار بکنن؟ اینا بچه یعنی مادر و پدر باید بیان سوشال میدیا رو برای بچه ها درست بکنن. چون بچه ها الان بیشتر بچه ها دارن به ما یاد میدن که ما چجوری این کار رو بکنیم. من اینه که بهت میگم من یه نوه 6 ساله دارم چند روز پیش خونه ما بود دیگه تلفن مامانش یه باباشو گرفت دستش شروع کرد عکس گرفتن. بعد نگاه کردیم دیدیم چرا عکس ها اینقدر قشنگ شد؟ مثلا یکیش بک‌گراندش سفید بود شد مثل نقاشی، یکی دیگهش بک‌گراندش سیاه بود نصف بدن معلوم بود یه به سیاه سفید، بعد یه ذره دیگه بک‌گراند سیاه بود لباس رنگی بود. همینطور من و شوهرم نگاه کردیم. بعد من یادم بود که من یه جایی دست داده بودم به تلفن آیفونم و چنین چیزی پیدا کرده بودم. چون من عاشق عکاسی ام، یعنی این سرگرمی منه همیشه در حال عکس گرفتنم. بعد منم بهش گفتم که بیا به گراما نشون بده چجوریه. این اومد به من نشون داد که چجوری رفته روی آیفون. آیفون یه دونه پورتره داره، اون پورتره بالاش یه دونه مکعبه اگه نگاه کنی یه کیوبه. اگر اینو شما دست راست یا دست چپ بپیچونی این رنگای بک‌گراند و تمام اینا عوض میشه.
یعنی وقتی که یه بچه 6 ساله 6 سالش 6 سالشه آه. حالا بچه های من هم که همش به من مثلا یاد میدن ولی 6 ساله میخوام بهت بگم بچه های ما روی اینترنت یعنی بزرگ شدن درست. اصلا این یه چیز عجیب و غریبیه. پسر بزرگ من وقتی سوالی داره از پسر 26 ساله هم که کوچیک‌تر است تلفن میزنه میگه ببین من نمیدونم بعد روی اینترنت مثلا چه کار کنم. چون این بچه ها هرچی جوانترن بیشتر واردن، یعنی اصلا تلویزیون خراب بشه هرچی خراب بشه شما احتیاج ندارین یه نفر بیارین، یکی از بچه ها رو صدا کنین بگین که بیا تلویزیون درست کن. نبه 6 ساله شما میاد درست میکنه. البته اون هفته خرابش کرد ولی بزرگ پسرم اومد درستش کرد. ولی میخوام بگم ببین اصلا چجوری شده. یعنی مطمئنن اون بچه وقتی که شروع میکنه به خوندن و نوشتن درست در سن 7 سالگی میتونه برای خودش اگه بهش اجازه بدن بره رو سوشل میدیا بره روی فیسبوک برای خودش یه اکانت واکنه. آه خیلی میخوانم ما بچه های 8 ساله بودن همین. که رفتن میخوام ببینم چجوری میتونه فیسبوک اینو یا هر چیز دیگه ای یعنی هر میدیا دیگه ای چطوری میتونه مطمئن بشه که این بچه 8 ساله نیست یا مثلا دروغ نمیگه. خب اسمش سنش رو دروغ میگن مثلا اینه که خیلی همسن منن 20 سال اسم خودشون جوان تر زدن درست چیز توی فیسبوک و اینا درست. ولی اینا الان مثلا شما میخواییم برین رو IRS باید مثلا ID تون رو اپلود بکنین. There is a whole verification process. So یکی از اوناست که میخوان they're gonna put in place. حالا بچه میتونه بره ID رو مثلا از جیم مامانش برده یواشکی ولی خب بس صورت لازم داری. So اینا part the Kids Online Safety Act. ببین ما باید میگم خود infrastructure رو درست بکنیم. مشکل infrastructure ما اگه این وقتی که این قانون اگه چون میشه وقتی که این قانون پس شد تمام کمپانی‌های سوشال میدیا باید چیزی که تو این قانون نوشته رو باید چیز بکنن میخوام بکنن 16 سال یا 18 سال ما فلوریدا پس کرده هنوز نمیدونم امضا کردن ولی زیر 18 سال اصلا نتونن سوشال میدیا استفاده کنن که نمیدونم چه اختی میخوان پلیس بکنن اینو کار سختی میشه ولی به نظر من یواش یواش اون یه ذره زیادیه یک دفعه یه شوکه بعدش هم نمیشه کنترل کرد. الان چند ساله بذار ببین من پسرم 26 خیلی سال پیش توی دبستان بود که اصلا یه مرتبه من رفتم یه روز سر کلاسشون کلاس 5 یا 6 بود نگاه کردم دیدم که یادته که ما تخته سیاه داشتیم توی ایران درست تخته سیاه رو با گچ رنگی می نوشتی یا با گچ سفید پاک می کردی. اینا تختشون اولا تخته سفید بود ثانیاً اصلا با کامپیوتر پروژکت میکردن آره. نه حتی با پروژکتر معمولی با کامپیوتر اینو میمدن روی چیز روی تخته کار میکردن فکر کن چند سال پیش بای. یعنی من میخوام بگم که اشکال اینه که بچه ها انقدر به زودی به این چیزا خیلی سویان آره خیلی عادت میکنن و جلو دستشونه که شما اصلا نمیدونم چطوری میتونی اجازه بدی که بچه قبل از 16 سال اصلا نره روی سوشال میدیا. ببین اگه همه اگه قانونا عوض بشه و تمام سوشال میدیا کمپانی کار کنه مادر به بچه‌شون بگه امسار ببخشید قانون عوض شده ما میتونیم نمیدونم چیز بشیم مثلا ارست بشیم یا نه که واقعا ارست بشیم از همین که وقتی گن ترابل میتونیم فاین بشیم ما اجازه نداریم ولی وقتی یکی دو تا مادر ولی دو تا مادر دیگه دارن اجازه میدن بچه 8 سالشون رو مثلا اسنپ چت باشه و یه بچه دیگه اجازه نداشته باشه و اونگه چرا اون میتونه چرا من نمیتونه ولی اگه قانون باشه که همه یعنی داریم زیر بر علیه قانون داری کار میکنی منظور اینه که باید از ریشهش باید از ساختمون از ریشه باید درست اون مهمه بعد اجاز ما ادپت میشیم اجاز میکنیم آره. ولی دیگه اگه خود سوشال میدیا کمپانی ها این کار رو نکردن بخاطر اینکه پول در میارن همین بچه های ما ولی وقتی قانون بشه اینا هیچ چیز دیگه ای ندارن فقط من
امیدوارم که بتونن، که یعنی شماها بتونین این کار انجام بدین، چون مثل دراگ کمپنی ها و فارماسوتیکال، یعنی مال در چی بهش میگن The Purdue Pharma، آره. The Sackler Family، اینقدر اینا پول دارن که اجازه نمیدن یه سری چیزا اصلا درست بشه. درست. مثلا خیلی با الان سالهای سالی که من میدونم که برای سرطان یا بعضی از سرطان ها حداقل یک چیزی هست، دوایی هست. درست. ولی اینا اجازه نمیدن که اینا به جلو، چون انقدر سیاست این کمپانی ها قویه و پول دارن. دقیق. و با پول همه چیزو توی دنیا میخرن. درست. ولی خدای شد اینجا 60 ووت اوردی تو سنت پشت این بیل هستن. و داره جوری که بوش میاد بوش که نه همین همیشه هست و کافیه. آره، چیز کرد، یه نه هاوس رو پس کرد، سو فقط موندیم هاوس رو پس بکنه. سو منظورم اینه که جوری که بوش میاد به نظر میاد این پس میشه، برای اینکه واقعا موقعشه الان. We have to meet the moment. الان موقعیتشه، الان موقعش که ما این قانونا رو عوض کنیم، برای اینکه نمیتونیم اینطوری ادامه بدیم. واقعا از نظر روحی، از نظر جون بچه‌ام، داریم جون بچه‌مون رو از دست میدیم. 300 بچه خیلیه در روز، خیلیه. و اینم نمیفهمن تا اینکه برن توی بیمارستان مثل اینکه کاوش کافی اینو بشه، نه؟ آ بدونن که چی بوده. درسته. آتاپسی باید درسته. همینطوری نمیتونن بفهمن از چی افتاده. من نمیدونستم تا موقعی که بهم گفتن. همین. درسته. یعنی بعد یه سوال میکنم که میدونم که وقتی که فینالی رو دیدی، خدا بیامرز، این بدنش سرد بوده و آبی بوده. درسته؟ چیز دیگه ای تو دهنش و اینا ندیدی کف بکنه؟ راستشو بخوای سرش اینطوری بود. من اومدم موهاشو بزنم کنار و یک لحظه چیزی به من گفت نکن. خدایا شکر من صورتشو ندیدم، سرش پایین بود. آه، ولی دوستم که اونجا پارتنر من اونجا بود، اون رفت تو اتاق که چک بکنه پلس اینو. من میدونستم، میدونادم، ما مادر و سوپر پاور دارم، میدونستم بچه‌م دیگه با ما نبود. میگم رنگش آبی بود. بعد من ترسیدم اون لحظه، فقط راستش بخواین یادم نیست، یک ماهی بعدش رو زیاد خاطره ندارم ازش. ولی دوستم که رفت چک کرد، خود مترس رو که من که دیدم روش بود اونجا، مثل این که چیز افتاده، بالا آورده بودش، همون چون کف کرده بودش. درسته. چون هفته پیش که ما داشتیم صحبت میکردیم، یکی از ساید افکت های فنتنال همون کفیه که تو دهن در میاد و حالت تهوع و اینا، نفس نمیتونی بکشی. بله. یه جوری بعد هینتری نفس نمیتونی، نفست بالا نمیاد، بعد بدنت آبی میشه. ما اگه ممکن، اگه اجازه بدی ویدیو رو درستم. مریم جون میخوام برام بذاری. دست شما در. مرسی، مرسی. This is Finale Yeager, who had died back in December 2021 from fentanyl poisoning, sold through the popular app Snapchat. Finale Yeager was only 18 years old. Losing my daughter felt like a part of me had been ripped off and that my life had become a meaningless void. I had to find an explanation for what happened. The new lawsuit against Snapchat. Families of more than 50 overdose victims accuse the app of enabling drug dealers. These families say Snapchat was the tool dealers used to connect with their children, sell their illicit drugs, and then leave close to no trace. Why is this happening? Why are we not monitoring these websites? Why isn't Snapchat monitoring? And they might take it up, but they're right back on. They can be back on within minutes of being taken off. So this is really a classic example of profits before people, and we're talking about lives literally at stake here. Companies have decided that they would rather make billions of dollars than make safe products. It's a big problem. It's an epidemic, and our kids are addicted to these platforms. There's something about this social media phenomenon that is leading these children to do terrible things to themselves. And so this has to stop. Fentanyl is killing the unsuspected every day. This is why our foundation is launching a campaign against fentanyl and online unsafety. So now I pour the love of a mother into giving her life meaning. Merci, Mayim. من یه چند دقیقه بیشتر متاسفانه از این برنامه نمونده. سوالی که دارم، خانواده ها چطوری میتونن با این
تراژدی یعنی یه کاری بکنن که این مواد مخدر بین بچه هاشون نیاد. و چه میدونم که ما قبلا تو این برنامه راجع به نارکان صحبت کردیم، ولی امکان داره که خیلی اون برنامه ندیده باشن، اگه ممکنه راجع به اونم باهاش صحبت کنم. من براین جون اتفاقا دربارش هم زد. بله درسته. خیلی نارکان و منو گفتم خطرناک ترین طرز فکر اینه که خیال کنیم اتفاق شما نمیتونی بیاد. خیلی اینو من میگم، هی میگم، همش میگم که آدما بفهمن که چقدر مهمه که این طرز فکر رو نداشته باشین. خب نارکان یه دراگیه که وقتی که اگه خدایی نکرده بچه داره اووردوز میکنه، اینو بزنین بر علیهش کار میکنه و بچه جونو نجات میده. اینو از همه فارمسی ها میتونیم بگیریم، مجانی رو خط میتونیم بگیریم، CDC میتونیم بگیریم، خیلی جاها هست اگه گوگل بکنیم میتونیم همیشه خونه داشته باشیم. حتی اگه بچه شما تو این کارا نیست، اصلا هیچ وقت حالا تو مواد اینو نبوده یا اصلا نمیخوایم باور کنین، اگه مثلا اتفاق واسه بچه‌تون بیفته، شاید بچه‌تون با یه دوستی بیاره خونه و دوستش مثلا اشتباهی زده باشه، شما اینو دم دست داشته باشه. فقط بچه‌ها نیست، نه واسه ادالت، واسه هر کسی که اووردوز میکنه، هر کسی میتونه بکنه. درسته، ولی این روزا ما با یه قرص میتونیم اووردوز بکنیم، به جایی که باید معمولا اووردوز کردن. درسته. یعنی باید اوور بکنی. آره. که اووردوز بکنی. درسته. نه وان پیل. DEA یه کمپین داره میگه وان پیل ویل کیل، ان واقعا واقعیه، یک قرص میتونه جون بچه رو از بین ببره. پس نارکان ما میتونیم از هر جایی بگیریم، از هر فارمسی میتونیم. آره. بگیرن، اگه به این فارمسی مجانی بهتون میدن. رو خط هست، رو CDC هست، خیلی آسونه و همیشه تو خونتون داشته باشه. ولی این مثل این که اسپریش اومده، اسپریش هم هست. بله، همین اسپریش رو میتونن بگیرن. دقیقا. و جالبیش به اینه که فنتنال که اینقدر کشنده است، چه پینکیر، یعنی پینکیلر قویه. و اگر درست باش استفادهش بکنن میتونه جون رو نجات بده. مال کانسر پیشنت، در دلیلش واسه کانسر پیشنت بوده. چون من مامان منم خیلی به پینکیلر ها به خیلی، یعنی اصلا هرچی بهش بزنی خیلی وقت تو کار نمیکنه. و چند تا پروسیجر که توی بیمارستان داشتن، تنها چیزی که کمک میکرد فنتنال بود. که یه دوز خیلی کم بهش میدادن و بعد از یه مدت کمی تو میگفت اوه آروم شدم، در صورتی که هیچ چیزی بهش کمک نمیکرد. ولی همون اون کشنده میتونه باشه برای اینکه واسه یه نفر که تو آلو سیستمش نبوده. بله. قرص درد یا اصلا هیچ قرص، بدن آدم عادت نداره. و اینکه هست، تا اونجایی که ممکنه ازتون خواهش میکنیم مواظب بچه‌هاتون باشین، مواظب زن، شوهر، پارتنر، هر چیزی فرق نمیکنه، تا اونجایی که ممکنه بدونین که آنلاین چیزی نخرین. خیلی مهمه که بچه‌هاتون رو مواظب باشین، باشون حرف بزنین، و خیلی مهمه که درست حرف بزنین و خطر رو بهشون آگاهی بیارین. یعنی خریدن آنلاین دواها یکی از مشکلاتیه که الان ما داریم میبینیم، چون میتونه این دواها در هر جای دنیا به خصوص مثلا مکزیک و چین و اینا پرس شده باشه و فنتنال حتما روش باشه. درسته. و ما اینو نمیدونیم تا وقتی که استفاده بشه. درسته. و این میگم با بچهاتون دوست باشین و موضوع رو باید بیارین جلو. این برنامه رو اگه میتونین، اگه بچهاتون فارسی میفهمن، خواهش میکنم که حتما به اشتراک بذارین، با همه اشتراک بذارین. لطفا برین روی وبسایت فینالی فاندیشن، درسته؟ .org. درسته. finalefoundation.org. درسته. finalefoundation.org. اونجا اینفورمیشن، اطلاعات خیلی زیاده. درست. شما هر سوالی که داشته باشین میتونین با مهساجون در تماس باشین. بهشون میتونین ایمیل کنین یا از طریق تلفن یا از طریق وبسایتشون. و اگر دوست دارین که به عنوان اسپیکر، به عنوان سخنران بیان در برنامه‌ای که دارین صحبت کنن، فکر کنم اون خیلی عالیه. من دارم سعی میکنم اگر بتونم مهساجون رو ببرم توی مدرسه، ولی بایستی که بیانکو فاندیشن این کار رو انجام بده. در نتیجه کاری که من میکنم فقط اینه که راجبش صحبت میکنم و سعی میکنم بچه هایی که فارسی میفهمن اقلا ویدیوها رو بهشون نشون بدم. خواهش میکنم شما هم همین کار رو بکنین، به شراکت بذارین، مواظب باشین.
بچه هاتون رو از خودتون نترسونین. خیلی با بچه هاتون دوست باشین و بهشون بفهمونین که خطر اون بیرون خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. متاسفانه بچه همون از سن خیلی کم دارن با این چیزا آشنا میشن. در صورت بازم ازت ممنونم دکتر نوشین، دست درد نکنه با عطای قلبم. مرسی مرسی که به من پلات اپورتونیتی دادی. واقعا خیلی لطف کردی، خیلی وقت بودم خواستم بیارم. انشالله که به زودی دفعه دیگه که انشالله اومدی با دست پر میایی که میگی که تمام این تمام قانون عوض شد، بعد میام درباره این حرف میزنم که چی شده، چه جوری قانون عوض شد. خیلی ممنون. مرسی، دست درد نکنه. روز روزگار همتون خوش و پیشا پیش عید نوروز رو به همگی تبریک. عید شما.